سلام میگم به برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز. این دوربین کجاست؟ اونجا رفتیم جو بالا. کسانی که توی خونه ها هستن، ما ماهی گذشته در ماه ژانویه بود که وقت گذاشتیم که هر یک شنبه ما عشا داشتیم و سعی کردیم، گفتیم که این ماه ژانویه سرمایه گذاری کنیم برای یاد میگم دهیه که ماست برای سال 2021، که از ماه فوریه تا دسامبر خدا بتونه از ما، از کلیسا ما استفاده کنه برای کارهای بشارتی. و ما توی کلیسا ما خیلی برحال تعلیمای زیادی هم شنیدیم و تعلیمایی هست که مربوط به برای رشد روحانی ماست، اینو ادامه خواهیم داد. فقط الان یک زمانی هست که دنیا باید صدای انجیل پادشاهی خدا رو بشنوه و اونجا ما مسئول هستیم که بتونیم بیشتر و بیشتر، مخصوصا روزهای یک شنبه که ما اونجا جمع میشیم، که افرادی هستن که توی تلویزیون ها و همینطور هم میخواییم یک گروه میدیا هم درست کردیم و فکر میکنم امیدوار هستم توی یک ماه دیگه همه چی آماده بشه که بتونیم تمام قسمت های پلتفرم های اینترنتی، اینستاگرام و همینطور فیسبوکی هستیم، یوتیوب و پادکست، ما میخواییم بیشتر و بیشتر تاثیر بذاریم روی این دنیا با کلامایی که موعظه اینجا میشه. فقط یک شنبه ها خیلی توی قلب من بود و در این قسمت هم با نسرین هم صحبت کرده بودم که بیشتر یک شنبه ها شروع کنیم به پیام انجیل رو موعظه کنیم. من فکر میکنم کلیسا همون هم یک کلیسا هم هست که خیلی زیاد تعلیم شنیده و همینطور هم ما ادامه خواهیم داد در وسط هفته که بتونیم، تعلیمایی هست که مربوط به شخصیت سازی هست اینجا انجام خواهیم داد. فقط بعضی وقت هم هست که باید یه زمانی این چیزهایی که ما دریافت کردیم، خوردیم، این گوشتهایی که خوردیم، احتیاج هست که حذفش کنیم و باید تجربه کنیم. این هفته به هفته، روز به روز هم هر موعظه هم بشنوی چیز خوبیه، فقط فایده نداره اگر اولین قلومبه چی میگن، اولین لقمه که ما خوردیم، اولین باید وارد شکممون بشه و اونجا قدرت به بدن بده. به این خاطر این کار را خواهیم کرد. فقط امروز هم تو قلب من بود از امروز به بعد برحال چیز انجیل پادشاهی خدا رو بتونیم موعظه کنیم یک شنبه به یک شنبه. و همینطورم توی کلیسای مکسیکو رینگ هم اونجا، برای کسانیم که نمیدونم میدونی یا نه، اونجا این یه انباری داریم و این انبار رو میخوایم عوض کنیم، یکم جابجا کنیم که یک استودیویی بسازیم که بتونیم اونجا توی هفته هم همینطور بتونیم از این استفاده کنیم. برادرمون نور که خدمت میکنه به افغان زبان ها که بتونه اونجا روزهای دوشنبه هست از ساعت فکر میگم 6 تا 7 فکر میگم یک ساعت اونجا خدمت عالی شروع کرده و بتونیم اونجا همینطور استودیو هم استفاده کنیم برای تعلیم دادن و همینطور هم برای جمع شدن، شهادت دادن و اونجا مصاحبه داشتن. یعنی واقعا یه خدمت حرفه‌ای شروع کنیم انجام بدیم. به این خاطر خواهش میکنم در دعا هم باشین که امسال یک سالی باشه که بیشتر بتونیم مسیر رو به این دنیا معرفی کنیم. و چیزی که میبینیم که الان کلن این دنیا، الان کشورهای اسلام نه فقط، الان کلن میتونم بگم تو اروپا هم اینطور، خیلی افرادی هستن که تصویرهای اشتباهی دارن از مسیحیت و مخصوصا که مسلمانایی هستن که فقط عیسی مسیح رو عنوان پیغمبر میشناسن و احترام هم میذارن. فقط دیل های مختلف هم هست و مخصوصا اروپا هم که نگاه میکنیم نمیتونیم بگیم که کشور مسیحی هست. فقط شاید 100 سال پیش خیلی قوی تر بودن، فقط الان هر چقدر الان علم، دانش، تکنولوژی پیشرفت میکنه، فقط میبینیم که مردم بیشتر ناامید میشن و همینطور هم بیماری روحانی روحی به دست میارن و همینطور هم ترسناک میشن. و الان میبینیم که این چیز چی میگن، مرتب های نه این دکترهای چی؟ مطب
بیشتر اونایی که روانی هستن دیگه اگه میخوای اینجا اسمتو بنویسی حداقل 6 ماه باید صبر کنی، اونقدر دیگه پر شده. یعنی منظور اینه که هر چقدر علم دانش پیشرفت میکنه افراد بیشتر و بیشتر غمگین ترسناک میشن و توی این یا توی این یه زندگی ناامیدی میافتن. و مخصوصا که از زمانی هم که کرونا هم آمده دیگه همه چی بدتر شده، الان واقعا میبینیم که دنیا در یک ناامیدی هست. به این خاطر هدف ما باید باشه و مسئولیت ما باید باشه که بتونیم این انجیل رو و این حقیقت رو برسونیم و همینطوریم عیسی مسیح رو اینطوری که هست معرفی کنیم به این دنیا. موافق هستین؟ و افرادی هم برحال اینجا هستن که توی کنار تلویزیون، پشت تلویزیون و اینجا هم هستن که هنوز ایمان به عیسی مسیح ندارین. امروز خبر خوشی دارم، امروز میتونی با عیسی مسیح آشنا بشیم. توی این سرود دومی که ما خوندیم، حضور خداوند اینجاست و خدای معجزات اینجاست، خدای شفا بخش، شفا دهنده اینجاست، خدایی هست که امروز میتونه زندگی تو رو دیگرگون کنه. در کلام خدا در رومیان نوشته شده که امروز روز نجات توست. الان احتیاج نیست صبر کنی بعد از 6 ماه 1 سال. زمانی که با قلبی باز میایین به حضور خدا، من واقعا با تمام با تشنگی میخواین با حقیقت میخواین آشنا بشین، هر چقدر واقعا سخت عیسی مسیح رو عنوان پسر خدا قبول کردن، فقط این دیگه مسئولیت خود عیسی مسیح خودش رو به تو معرفی کنه. تو فقط باید بخوای، تو باید این اشتیاق رو داشته باشی. اون موقع هست که خدا میاد و خودش رو معرفی میکنه. همه ما این تجربه رو کردیم و قسمت هایی از خیلی زیاد هست که در مورد عیسی مسیح میشه صحبت کرد. فقط زمانی که اینطوری فکر میکردم گفتم که دنیا الان واقعا خسته شده از مذهب و دین و یه کارهایی برای خداوند انجام بدیم. و زمانی که نگاه کردم یادم آمد در زمان بچگی هم که نمیتونم بگم توی مدرسه خیلی چیز بودم، خیلی عاقل بودم یا خیلی چیز شاگرد خوبی بودم، اما وسط اونجا قرار می گرفتم و بعضی وقت همینطوری یه دفتری که داشتم اونجا چیزایی که می نوشتم اشتباه بود، برن معلم می آمد خط می زد قرمز. زمانی که اینا رو نگاه می کرد صفحه به صفحه واقعا خجالت می کشیدم. اونجا اصلا واقعا چیزی نبود که مثلا بتونم با راحتی دفترم رو همه جا نشون بدم. سعی می کردم می گفتم یک شاید یک دفتری دیگه باشه که حداقل از اول شروع کنم. بعد از این دفتر دیگه هم آمد، بعد از این مدت دوباره پر از قرمز و پر از اشتباه. و همینطور هم زندگی ما هم که نگاه میکنیم در این دنیا، تقریبا میتونم بگم که اینطوری ما سعی میکنیم الان میتونم بگم همینطور با دانش، با علم، با مذهب، همه کارهایی که سعی میکنیم انجام بدیم که زندگیمون یکم بهتر بشه، یکم خوشحالتر، خوشبختر بشیم. فقط میبینید که دعای من از یه چیزهای دیگه میاد، توی این دفتر گذشته هی اونجا میچرخیم. و این آیه به یادم آمد که عیسی مسیح در یا عیسی مسیح بیشتر پولس رسول بود که دوم قرنتی ما به 5:17 اینجا میگه که پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه هست. پس اگر کسی در مسیح باشد، یعنی کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره، قلبش رو به عیسی مسیح بده، خلقت تازه هست. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. و اون موقع همینطور فکر کردم که گفتم که این موها تنم سیخ میشه زمانی که میگم که ای خدا من تمام این دفترهای گذشته، این دفترهایی که پر از خط و پر از قرمز و پر از فعل هست، یک روز همه چی میگه چیزای کهنه گذشته همه چی تو آتش میریزه خدا و میگه که الان من یک دفتری دیگه به تو میدم، یک دفتری که پاکه، همه چیز رو من نو میسازم، تمام اشتباهات، تمام خرابکاری‌ها و خرابکاری‌هام که دعای منم هی می‌کردیم، خدا میگه این همه چی رو می‌خوام بگذارم کنار، نه اینطوری یه دفتر تو رو بردارم فقط اونجا پاک نویسی کنم. گوش می‌کنید؟ خدا پاک نویسی نمی‌کنه. اون خدای ما خدایی است که همه چیز رو تازه می‌کنه. باور می‌کنید؟ آمین رو اجازه داریم بگین ها. خدای ما خدایی هست که میگه چیزای کهنه درگذشت، اینک همه چیز. و زمانی که میگه همه چیز، واقعا همه چیز تازه میکنه. حالا کسانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، آیا واقعا
دوست داری میتونی واقعا بگی که من میخوام زندگی من از کل عوض شه، نه فقط قسمت هایی بلکه همه چی عوض شه. و این میبینیم که الان برمیگردم به زندگی روحانی ما، زندگی که میکنیم الان دفتر رو گفتم، فقط زندگی ما هم همینطور، این زندگی یا این دفتر کهنه ما همونطور زندگی گناهالود ماست که از زمانی که آدم و حوا گناه کردن و علیه خدا انتخاب کردن که گفتن که من میخوام خودم مستقل باشم بدون خدا، خدا رو از قلب خودشون بیرون کردن و اون موقع دیگه انسان دیگه مستقل شد، بدون خدا بود، خدا درونش نبود بلکه خدا بیرون از ایشان بود. از اون موقع این بلاها روی زندگی ما اتفاق افتاد. از اون موقع این دفتر خودمون، دفتری که خدا نخواست بلکه ما خواستیم، این دفتر خودمون، من دفتر خودم رو می نویسم، من زندگی خودم رو می کنم، من تصمیم می گیرم چی خوبه چی بده، این من این باعث شد که الان تمام کتاب ها برای میبینیم که کتاب زندگی ما دیگه پر شده از اشتباهات و باعث میشه که ما افسرده بشیم، ترس به وجود بیاد در زندگیمون، ناامید بشیم و اصلا معنی زندگیش هم نمیدونیم، چرا من زندگی میکنم، هدف من چیه، زمانی برای آینده فکر میکنی ناراحت میشی و نمیدونی و خیلی هستن که از آینده هم میترسن. و بعد از این هم میگیم که سو بعد از مرگ چی میشه، بعد از مرگ الان آیا واقعا این دفتری با این دفتری که پر از اشتباه است میتونم وارد بهشت یا ملکوت خدا بشم؟ و ما الان هم این زندگی گناه‌آلود ماست که از زمانی که آدم و حوا برای این گناه رو کردن مستقل شدن، این از این نسل آدم و حوا هستیم. به این خاطر دائما احتیاج به کتاب‌هایی داریم و بعد از این می‌بینیم که هیچ فرقی نمیکنه. یه کتابی هست همینطور، کتاب علمی، کتاب دانشی، کتاب تکنولوژی، نمیدونم هزار تا کتاب هایی هست که ما سعی میکنیم با این کتاب با این چیز میتونم موفق بشم. فقط میبینیم که هیچ چیزی به ما در زندگی ما تاثیر نذاشته، هنوزم قلب ما، فکرهای ما تاریکه و همینطور در سردرگمی زندگی میکنیم. و اینجاست که باید اینو هر شخص برای خودش باید واقعا بدونه. زمانی که به قلب خودمون نگاه میکنیم واقعا اونجا مشخص میشه که از کدوم نسل ما هستیم. و در مرقس باب 7 آیه 21 تا 23 این کتاب ماست که دائما نوشته میشه و از یک قلبی به وجود میاد که ما رو برحال بدبخت و بیچاره میکنه. اینجا میگه که زیرا که از درون دل انسان صادر می شود، از در این انسانیت کهنه است، یا ما میتونیم این نسل آدم و حوا است، یا این همه هر کسی در این دنیا به دنیا میاد، این چیزایی هست که بگم این خاصیت یا این صفت ها یا ویژگی ها هستن که در ما وجود دارن، بخوایی نخوایی هنوز هستی. یک دخترمون خودش هم خیلی در این قسمت های روانشناسی هم الان چیز میکنه، مطالعه میکنه و اونجا هم گفته که الان یه پرتقالی ورداری، این پرتقال وردار، هر کاری میخوای از در بیرون بیاری فقط همین پرتقال بیرون میاد، چیزی دیگه به وجود نمیاد، یعنی چیزی دیگه انتظار نداشته باش از اون پرتقال یه چیزی، یک جوز سیب به وجود بیاد یا برحال هر چیزایی باشه. و این قلب انسانه و میگه که زیرا که از درون دل انسان صادر میشود خیالات بد و زنا و فسق، قتل، دزدی، طمع، خباثت، مکر، شهوت پرستی، چشم بد، کفر، غرور، جهالت. این تمام چیزهایی هستن که در ما وجود دارن. این است که این کتابهای زندگی ما رو هر دفعه نجس میکنن و همینطور هم یا خودمون هم همینطور توی این بدبختی میندازن. 23 میگه که تمام این چیزهای بد از درون صادر میگردد و آدم رو ناپاک میگرداند، یا من میگم که اونجا نوشتم و آدم رو بدبخت میکند، ناامید میکند، زندگی تو رو، شادی تو رو، آرامش خودت رو میدزده. این چیزایی هست، این خاصیت هایی هست که در ما وجود داره، بخوای نخوای، هر جایی که الان تو اونجا هستی، به هر دینی که اعتقاد داری، این چیزایی هست که در ما وجود داره.
و اینو این چیزای خصوص این چیز صفتهایی هست یا خصوصیتهایی هستن که دائما ما رو در این غمگینی نگه می‌دارن. و اینجاست که و همینطورم به خاطر این گناهایی که در ما هم هنوز وجود داره و زیر تسلط این شیطان هم که هستیم، مثل در یک زندانی قرار گرفتیم، در یک اسارتی زندگی می‌کنیم، در یک ظلمتی زندگی می‌کنیم و اینجا هیچ حیاتی نیست. به این خاطر عیسی مسیح آمد و اینه که خدا میخواد، عیسی مسیح میخواد خودش رو اینطوری معرفی کنه به این دنیا که نه آمده فقط بگه که چه اشتباهاتی کردی، نه آمده فقط بگه که مثلا اینجا باید عوض بشه، اینجا باید عوض بشه. الان میبینیم که دین ها مذهب همینطورا میگه که الان اینجا باید توبه کنی، بازگشت کنی، اینجا باید عوض کنی زندگی تو رو، اونجا عوض کنی زندگی تو رو، اون باید عوض کنی. مثل اینکه میخواد بازسازی کنه. عیسی مسیح هیچ موقع بازسازی نمیکنه. یه چیزی که خرابه، آمین، یه چیز رو خرابه، کاری نمیشه کرد. ما معمولا در این دنیا که یه چیزی خرابه، ما سعی میکنیم نو چیز کنیم، تعمیر کنیم. فقط این خرابی ما اونقدر خرابه که هیچ امیدی نیست. تمام چیزهای خوب و بد ما خرابه. الان یه نگاه کنی، یک ساختمونی باشه، ساختمونی که واقعا کجه و همینطور هم چیزهای به هم خورده و چیزهایی هم هست که خوب هست، یا مثلا پنجره ها همه خیلی عالی، خیلی خوب هستن، فقط مثلا سقف چیز ساختمون درست نیست، یه پایه درست نیست، خیلی چیز جاهایی هست که مثلا اصلا خرابیه. اونجا هیچ موقع کسی نمیاد بگه که باشه این پنجره رو ور میداریم و الان اونجا دورور خودش یه چیزی میسازیم. یعنی کاری که خدا انجام میده و در این کلامی که خوندیم که گفته که من همه کسی که در مسیح است، همه چیز کهنه، یعنی تمام ساختمونی که تو زندگی کردی و سعی کردی درست زندگی میکنی به درد نمیخوره. من آمدم همه چی رو بکنم، یه چیزی دیگه بسازم که اونجا امنیت داشته باشی، شادی داشته باشی، زندگی داشته باشی، معنی داشته باشی. این چیزی هست که خدا انجام میده. مشکل این قلب ماست. به این خاطر خدا میگه که عیسی مسیح آمده که اول این مشکلایی که در ما هست که ما رو زندگی ما رو نجس میکنه، یا اینجا میگم که بدبخت و بیچاره میکنه، آزاد کنه ما رو. به این خاطر در عبرانیان باب 2 آیه 14 و 15 اونجا میگه که این قسمتی است که عیسی مسیح برای این ماموریتش بود که برای این بیاد و همینطور هم وسیله ای بود که بتونه همه چی رو بازسازی کنه، نه بازسازی، همه چی رو نو بسازه. اینجا میگه که چون فرزندان، یعنی فرزندان منظور اینه که ما انسان در خون و جسم شراکت داریم، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه موت صاحب قدرت موت، یعنی ابلیس را تباه سازد و آناری را که از ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند. آمین. به این خاطر عیسی مسیح آمد، انسان باید می شد، مثل ما میشد که بتونه این تمام خصوصیت هایی که در ما هست، تمام این خصوصیت ها، اینم باید اینطوری نگاه کنیم، همه چی جایی که گناه، عزیزان، اونجا شیطان تسلط داره. از زمانی که آدم و حوا گناه کردن که انسان افتاد زیر تسلط شیطان، چون هر چیزی که مال شیطان، یعنی هر چیزی گناه مال شیطانه، متوجه هستین؟ و زمانی که انسان گناه کرد، دیگه زیر تسلط شیطان افتاد، توی ترس انسان زندگی میکنه، در ناامیدی زندگی میکنه. به این خاطر میگه که چون ما انسان بودیم، پس عیسی مسیح باید میامد و همینطور به واسطه موت، یعنی مرگ، باید انجام میشد. عیسی مسیح باید روی صلیب میرفت، اونجا آمرزش گناه های ما رو به دست میورد. چون زمانی که خدا میخواد یه چیزی رو تازه بسازه، باید این کهنه رو ورداره، و این کهنه رو فقط و فقط به وسیله مرگ خودش بود که میتونه گناه های ما رو ببخشه و اونجا دفنش کنه. و همینطور که عیسی مسیح از مردگان بعد از 3 روز قیام کرد، ما هم بتونیم اونجا این زندگی تازه رو، نه فقط زندگی تازه، بلکه حتی میگه خلقتی تازه رو به دست بیاریم. در اول یوحنا باب 3 آیه 8 اونجا میگه، Thank you.
میگه که و کسی که گناه میکند از ابلیس است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. خودتون دوباره بخونین اولین قسمت. هر کسی که گناه میکند از ابلیس هست، تمام این خصوصیت هایی که اینجا ما گفتیم، چون اول این شیطان بود که علیه خدا شورش کرد و خدا او رو انداخت از این جلالی که داشت، مقامی که داشت، و به این خاطر شیطان وارد شد، آدم و هوا رو گول زد و اونجا تمام خصوصیت های خودش رو در انسان قرار داد. انسان شبیه شیطان شد، نه شیطان شد که شبیه از طرف خصوصیت ها. به این خاطر میگه که و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس رو باطل سازد. عیسی مسیح که عزیزان نه اومده که با عیسی مسیح با شیطان بجنگه، او رو زیر پاش بذاره، بلکه او اومده کارهای او رو در ما بشکنه، خراب کنه و ما رو آزاد کنه. شما اونجا هستین هنوز؟ به این خاطر عیسی مسیح آمد که اعمال ابلیس رو در ما، تمام کارهای شریرانی که در ما هست خراب کنه و ما رو آزاد کنه. بعد از این میگه آیه 9 میگه که بعد از این ادامه میده، آن که از خدا زاده شده هست گناه نمی کند، زیرا گوهر خدا در اوست، پس او نمیتواند گناهکار باشد، چرا که از خدا زاده شده است. و اینجا که زمانی که این قسمت رو صحبت میکنه میگه که قبل از این چی بود؟ قبل از این که کار شیطان بود، اعمال شیطان بود در انسان قرار گرفته بود، عیسی مسیح میاد تمام چیزها رو میشکنه، از ما دور میکنه، به شرطی که ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح، و بعد از این میاد ذات خودش رو یا ماهیت خودش، جوهر خودش رو میذاره که از اون موقع دیگه ما آزاد میشیم. اینه که میگه که از این به بعد کسی که در مسیح خلقتی تازه شده، خلقت روحانی شده، ماهیت خدا و همینطور طبیعت خدا، میگه که اینجا میگه که کسی که از خدا زاده شده به وسیله روح القدس دیگه گناه نمی کند، چون همه چیز تازه شده هست. پس اینجا می بینیم که آمدن عیسی مسیح این نیست که فقط یک دین و مذهب جدید برای ما بیاره، بلکه آمده اینجا ما را از این اسارت بیرون بیاره، از این زندگی گناه‌آلودی که ما هستیم، حیات خودش رو به ما ببخشه که ما طبیعت شریک طبیعت خدا بشیم، دیگه گناه نکنیم. گناه یعنی هر نوع خودخواهی وجود داره گناهه. به این خاطر عیسی مسیح آمده به تو یک حیات جدید ببخشه. همین دوم پتروس هم آیه 1:4 که میگه که به واسطه آنها، یعنی کلام خدا و وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید. حالا کسانی که هنوز ایمان ندارن، اونایی که ایمان دارن به عیسی مسیح، میدونم که شما میدونین که شما شریک طبیعت خدا هستید. کسانی که ایمان هنوز ندارن به عیسی مسیح، آیا واقعا میخواین شریک طبیعت خدا بشین؟ الان فکر کنین، یعنی ماهیت خدا، ذات خدا، حیات خدا، حیات الهی خدا در تو قرار بگیرین، یعنی شریک بشین، نه اینطوری کنارش بیستین، با او یک بشین، شریک شدن. فکر کنی در موردش، مسیحیت اینه، شریک شدن با طبیعت خدا، با طبیعت اون خدای خالق که ما رو خلق کرده. بهترین هدیه هست که زیباترین هدیه هست و برای این اصلا کلن ما خلق شدیم شریک طبیعت خدا، یعنی شبیه خدا بشیم. به این خاطر عیسی مسیح آمد
به این خاطر عیسی مسیح باید تمام این دردها رو میکشید، به این خاطر عیسی مسیح باید روی صلیب میرفت و هر ناعدالتی هایی بود، هر نا چیزای خشونت بود، همه چی رو خودش تحمل کرد. تمام مسخره هایی که روی او آمدن، او که بیگناه بود، چون هیچ گناهی یعنی هیچ خودخواهی در عیسی مسیح وجود نداشت، چون خدا بود، مقدس، بی عیب. و این خاطر عیسی مسیح که رمانی او رو مصلوب کردن و حقش رو حتی داد که داشت که شکایت کنه چه کاری میکنیم و شروع میکنه به لعنت کردن بشریت. فقط چون هدف آمدن عیسی مسیح است که ما رو شریک طبیعت خودش بکنه، به این خاطر میگه کلام خدا میگه تا آخرین لحظه خدا عیسی مسیح دهنشو بست، از بالا همونجا گفت خدا ببخش، نمیدونن چی میکنن، ببخش تمام این خصوصیت هایی که اونجا درونش هست به وسیله این گناهکار بودن به وجود آمده، ببخش ایشان نمیدونن برای چی خلق شدن، اونا معنی زندگی رو اصلا نمیدونن، اونو کور و کر هستن از طرف روحانی، ببخش خداوند. و اون موقع این مرگ رو که کشید، یعنی داوری ما رو کشید، داوری تو رو عزیزان اینجا که تلویزیون نگاه میکنین، ما اینطوری یاد گرفتیم عیسی مسیح مرد روی صلیب. بعضی هستن باور میکنن، بعضی هستن باور نمیکنن. فقط نه مردن، فقط مردنش نبود، اصلا نتیجه میتونم اصل کار عیسی مسیح روی صلیب بود. عیسی مسیح اونجا به خاطر ما داوری شد، به خاطر گناهش ما داوری شد که به وسیله ایمان میتونیم بخشش رو به دست بیاریم که خدا شروع کنه همه چی رو بازسازی کنه، یا بیشتر بگم نه بازسازی، بلکه همه چی رو نو بسازی در زندگی تو. و از تمام افسردگی ها، از تمام دردها، از تمام ترس ها و همینطور سردرگمی و همینطور هم شکست ها و هر چیزایی بدی که وجود داره که از شیطان ما رو رهایی کنه و آزاد بکنه. عیسی مسیح امروز هم اینجاست که به تو بگه که دوستت دارم، تو مهم هستی، تو با ارزش هستی، من تو رو شبیه خودم خلق کردم و من آمدم تو رو از دست شیطان بازخرید کنم، گناه تو رو بخشیدم، 2000 سال پیش همه چی حل کردم برای تو. و اونجا که عیسی مسیح گفته که تمام شد، یعنی هر کاری که باید انجام میشد یک انسان نجات پیدا کنه، شریک طبیعت خدا بشه، همه چی رو انجام دادم. فقط اونجا میگه که فقط هر کسی که ایمان بیاره به من، اون موقع هست که نجات پیدا میکنه. در یوحنا باب 5 آیه 24 این میگه که آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام من رو به گوش گیرد و به فرستنده من، به اون خدای واحد، این خدای پدر که ما میگیم، ایمان آورد که او منو فرستاده، برای شما حیات جاودانی دارد و بر داوری نمی آید. چرا؟ چون من برای ایش داوری شدم، چون من روی صلیب اونجا داوری شدم، هر بدی که باید روی انسان می آمد من تحمل کردم که تو رو نجات بدم بعد از این، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده هست. دوباره میخونم، آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده هست. این زیبایی خداست، این هدیه خداست عزیزان، چقدر عالیه زمانی که ما ایماندارها، کسانی که ایمان داریم و این ذات خدا در ما قرار گرفته به وسیله روح القدس، یا که هیچ ترسی از مرگ نداریم و میدونیم زمانی که بمیریم چشمامون جلوی کدوم خدا باز خواهیم کرد، جلوی همون خدایی که روی صلیب اونجا برای من مرد و اونجا داور عادل که اونجا ایستاده و با دستای باز منو خوش اومد میگه. آمین. و همینطور هم نه فقط زندگی میکنیم اینطوری که الان بگیم که ما منتظر مرگمون هستیم، نه، زندگی ما الان در این دنیا دیگه میگه که خلقت تازه‌ای هستیم، تمام چیزهای کهنه رفته و همه چی تازه شده و خدا شروع میکنه به هر حال تمام صفتهای خودش، خصوصیتهای خودش تو این ذات، تو این بذده یا روح القدسه و یواش یواش این
آرامش خداست، محبت خداست، سلامتی خداست، تمام چیزهایی که خصوصیتهایی که در خداست در تو قرار میگیره و اینجا میتونی یه زندگی موفقی داشته باشی. در سختی ها، در طوفان ها، در مشکلات میتونی اونجا بیشتر و بیشتر رشد کنی. ما در این دنیا دیگه افرادی نیستیم دیگه بگم شکست خورده و همینطور به هر حال کوبیده شده، بلکه در هر طوفانی، در هر مشکلی هست، این باعث میشه که ما بیشتر و بیشتر بتونیم رشد کنیم و همینطور به هر حال به شناخت خدا برسیم. این پیامی هست که عزیزان دنیا باید بشنوه. افرادی که الان اینجا هستن یا توی تلویزیون الان اینستاگرام یا چیزای فیسبوک میتونن گوش کردن، میتونین خودتون اونجا دعا کنین. الان ما وقتم میذاریم برای دعا کردن. الان به یه جایی رسیدیم، مخصوصا کرونا هم آمده دیگه، همه واقعا نمیدونن آینده چی خواهد شد. فقط خدا میخواد، عیسی مسیح امروز میخواد به تو گارانتی بده، اگر به من ایمان بیارین از این تمام بلاها آزاد خواهی شد و همینطور هم با شجاعت میتونی زندگی کنی. هر چقدر مثال میگم، هر چقدر من کرونا بگیرم بمیرم، من میدونم آینده من کجاست. آمین. به این خاطر پیام امروز برای شما عزیزان، کسانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، به تو میگه پس اگر تو به من ایمان میاری، خلقت تازه از تو خواهم ساخت. تمام چیزای کهنه تو، بدیهای تو، شکستای تو، گریهای تو، اشکای تو، دردهای تو، همه چی رو برمی‌دارم، همه چیز رو تازه می‌سازم. این پیامی هست که خدا برای تو داره. خوب میشه الان چشممو ببندیم و اگه تو هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز این کلید خداوند به تو میده که میگه که باور کن، باور کن که همون پیام منو که میشنوی، من هستم که با تو صحبت میکنم و من هستم تو رو صدا کردم. که عیسی میگه که تو از منش اطلاعی نداشتی، در سردرگمی زندگی میکردی، فقط من تو رو با چشمای خودم رو دیدم و تو رو صدا میکنم. هر جایم که هستی، شاید پناهنده هستی، شاید یه چیزی به دست آوردی، شاید مرد یا زن موفقی هستی، عیسی میگه که من تو رو صدا میکنم که خودت رو نگاه کن، زندگی خودت رو نگاه کن. آیا میخوایی من همه چیز زندگی تو رو نو بسازم؟ من نامدم که مذهب و دین برای تو بیارم، بلکه محبت خودم رو 2000 سال پیش نشون دادم و تو رو دعوت میکنم. اگه تو میخوایی با عیسی مسیح آشنا بشی، الان یک دعایی میکنم که خودت هم میتونی این دعا رو همینطور طوری بگو، تکرار کن. من فقط یک کمکی هست که میکنم که میتونی تکرار کنی طوری که خودت هم بشنوی. خدا قلب تو رو میدونه، میشناسه و این دعا رو با ایمان بکن. اگه یه جایی هستی که واقعا خسته شدی دیگه، واقعا همه چی رو امتحان کردی، فقط به بن‌بست رسیدی، میتونی دعا رو بکنی که عیسی مسیح، اعتراف میکنم که این دفتر زندگی من پر از اشتباهات هست، خط کشیده، قرمز، عیسی مسیح نیومدم که پاک نویسی کنی، بلکه من میخوام یک دفتر جدید. پیام تو رو شنیدم که تو همه چیز رو نو میسازی،
تمام کهنه ها رو برمی‌داری. تصمیم میگیرم قلب خودم باز کنم. میخوام با تو آشنا بشم. باور میکنم که تو منو همینطور که هستم با تمام خطهای اشتباه تو منو دوست داری. جلوی تو میام و اعتراف میکنم این تمام این خصوصیت هایی که اینجا نوشته شده بود من هستم. تمام خاصیت هایی که هست خدا من در من وجود داره منو ببخش. توبه میکنم. میخوام تو خدا من این یا ذات خودت رو در قلب من بگذاری. من میخوام شریک طبیعت تو بشم. بیا تمام گناه من رو ببخش. و باور میکنم روی صلیب اونجا به خاطر گناه من مردی، داوری شدی. قلب خودم رو برای تو باز میکنم و اجازه میدم بیایی و از من یک خلقتی تازه بسازی. ممنون هستم که دعای منو شنیدی و جواب خواهی داد. اینو دعا میکنم در نام عیسی مسیح. آمین.